برای مثال من از نرم افزار فایرفاکس استفاده می کنم. این هم اطلاعاتی در مورد فرآیندی که برنامه فایرفاکس ایجاد کرده. با دش پی هم میتونیم تعیین کنیم که فرآیندهای مربوط به یک شناسه پورت چاپ بشه. دستور کیل. دستور کیل برای متوقف کردن فرآیندها به کار میره. برای متوقف نمودن یک فرآیند ابتدا باید شناسه پورت اون فرآیند رو پیدا کنی تا بتونیم با استفاده از دستور کیل اونو متوقف کنیم. این دستور تابع اسلیپ پی اچ پی رو با آرگومنت 1000 اجرا میکنه و یک وقفه 1000 ثانیه ای ایجاد میکنه. علامت اند در انتهای دستور باعث میشه که این دستور در پس زمینه اجرا بشه. برای متوقف کردن این فرایند من ابتدا شناسه پورت مورد نظر رو به دست میارم. همونطور که ملاحظه میشه شناسه این مورد نظر برابر 7745 است. با استفاده از دستور کیل و PID برنامه PHP من تونستم برنامه PHP رو که در حال اجرا بود متوقف کنم. من دستور PS رو دوباره با آرگومنت PHP برای آپشن -C اجرا کردم و همونطور که ملاحظه میشه برنامه PHP خاتمه پیدا کرده. من یه مثال دیگه میزنم. دستور فان رو با آرگومنت /، که معادل دایرکتوری روت هست، اجرا میکنم. برای اینکه بتونم این فرایندی که توسط دستور فایند ایجاد شده رو متوقف کنم، اول آیدی اونا باید به دست بیارم. همونطور که ملاحظه میشه فرایند متوقف شده. من همراه با دستور کیل از آپشن -9 استفاده کردم. آپشن -9 باعث میشه که دستور کیل به طور یقین اجرا بشه و به طور 100% اون فرایند رو متوقف میکنه. اگه از آپشن -1 استفاده کنم فرایند دوباره راه اندازی میشه. برای مثال پورت آیدی FTP سرور VSFTPD رو به دست میاریم. و با استفاده از دستور کیل و آپشن -1
اونو متوقف میکنیم و دوباره راه اندازیش میکنیم. دستور کیل اول تمام فرآیندهای همنام رو متوقف میکنه. مثلا سرویس دهنده وب آپاچی دارای چندین فرایند هست که اگه میخواستیم از دستور کیل برای متوقف ساختن اون استفاده کنیم، باید با دستور PS3 و گزینه دش آ و دش پی فرایندهای والدش رو پیدا میکردیم و بعد از دستور کیل استفاده میکردیم. ولی با استفاده از دستور kill all میتونیم تمام فرایندهایی که برنامه آپاچی ایجاد کرده رو متوقف کنیم. همونطور که ملاحظه میشه دیگه فرایندی با این نام پیدا نشد.